ما می‌خوایم این اره چرکشی رو به یه اره میزی تبدیل کنیم که کاربرد زیادی میتونه داشته باشه. مثل اوورفرز، مثل اره دیسکی که زیر میز انجامش بدیم، اره چرکشی رو هم انجام بدیم. برای این کار ما باید این اره چرکشی رو جوری زیر میز ثابتش کنیم که تکون نخوره و تیغه از بالا توش جا بره، تیغه از میز بیرون بزنه و براش یه بازو می‌خوایم تعریف کنیم که این تیغه رو مهار کنه، تیغه به سمت طرفین حرکت نکنه. پس اینو انجام میدیم، تست هم می‌کنیم، قطعات کوچیک می‌بینیم ببینیم به چه صورت میشه. برای این کار ما باید اول یه سوراخ تو صفحه‌مون ایجاد کنیم، بعد صفحه رو باز کنیم، اره چرکشی رو از پشت مهار کنیم که بهتون میگم از چه چیزایی باید استفاده کنیم که این اره چرکشی زیر میز مهار بشه، بعد بیم از بالا بقیه قطعات رو ببندیم. اولین کاری که باید بکنیم، باید محلی که می‌خوایم تیغه از اونجا بیرون بیاد رو مشخص کنیم. من از این لبه فاصله که میدم تقریبا 40 سانته و از این سمت هم میندازم ایش وسط. این قسمت محل قرارگیری تیغه است. من یه سوراخ با مته گازور 18 میزنم. حالا سفر باز میکنم که برش گردونم و من برای اینکه بتونم این اره چرکشی یا همون اره عمودبر رو روی میز ثابتش کنم دو تا قطعه در نظر گرفتم. ضخامت صفحه رو اندازه زدم 9 میلی‌متر. پهنه رو هم اندازه زدم، یعنی طول صفحه رو هم اندازه زدم تقریبا 15 سانتی متر و تکیگاهی که به بدنه اره میرسه، بدنه دستگاه میرسه هم اندازه زدم تقریبا 2 سانتی. پس اومدم این قطعه رو در نظر گرفتم. طول بیشتر از 15 سانت و 15 سانت رو اینجا در نظر گرفتم. برای ایجاد این پله که بتونه این قطعه رو نگه دارم اینجا همینطور که می‌بینید 2 سانت به سمت داخل اومدم و اندازه 9 میلی‌متر بهش عمق دادم. زمانی که من این قطعه رو اینجا بذارم و ببندمش به میز دیگه اره من تکون نمی‌خوره. یکی این سمت و یکی دیگه این سمت. این اره الان از میز خارج شده و همینجوری میشه برش کاری کرد، ولی چون به طرف این حرکت میکنه و خلاصی داره ما میخوایم یه بازوی ایجاد کنیم که مثل اره فلکه از بالای هدایت کننده رو نگه داره و از بولبرینگ استفاده کنیم برای اینکه ارمون منحرف نشه. ما اول باید ببینم که اره دستگاه تا چه حدی بالا و پایین میره و پایین ترین ارتفاع رو در نظر بگیرم که بتونم بازو رو جلوی اره کار بکنم. حتما زیر بولبرینگ واشرش رو قرار بدین که چون بولبرینگ یه قسمت وسط داره که جدا از قسمت بیرونیه و در واقع ما میخواییم وسط ثابت بشه و بیرونش پرزگرد باشه. اگر ما به صورت خالی رو پیچ کنیم هر دو به دیوار تکیه میخوره و بولبرینگ درست گردش نمی کنه. پس بولبرینگ واشرش رو زیرش کار کنید که بولبرینگ آزاد بکنه حرکت. همونطور که دیدین ما اومدیم اول اره رو از میز خارج کردیم، یه سوراخ زدیم، اره رو بستیم زیر میز و اره خارج شد. برای اینکه اره به طرفین حرکت نکنه اومدیم یه بازو ایجاد کردیم پشت کار و اره رو تا انتها بردیم پایین. این پایین‌ترین حالتش چه حالتیه؟ این قسمت رو پشت اره قرار دادیم و دو تا بولبرینگ کنارش کار کردیم. این بولبرینگ ها همون بولبرینگ تیغه اوورفرز بودن، بولبرینگ بزرگش که دقیقاً جذب تیغه بستمش، پیچ کردم، منتها یه ذره خلاصی گذاشتم واسه اینکه اره راحت حرکت کنه و الان روشن می‌کنیم که می‌بینیم چطوره و یه برش باهاش بزنیم.